دوستان سلام. به یکایک که شما عزیزان که در جلسه حضور دارید و دوستانی که آنلاین در ونکوور، مونتریال، لندن اونتاریو، سنت کاترین، آمریکا، انگلیس، آلمان، سوئد، دانمارک، استرالیا، ترکیه، ایران و دیگر نقاط جهان همراه ما هستند، همینطور عزیزانی که بعداً به این سخنان گوش میدهند، خیر مقدم عرض نمایم. از آنجایی که برنامه های هستی اوریان در نشر نوین عرفان نظری به صورت آنلاین در اقصی نقاط جهان پخش میگردد، از دوستانی که در جلسه حضور دارند تقاضا می کنم که اطمینان حاصل فرمایید تلفن های همراهتان خاموش و یا روی سکوت قرار داشته باشد تا وقفه ای در پخش سخنرانی ایجاد نشود. لطف بفرمایید همین لحظه چک کنید تلفن هاتون رو. یادآور می‌شوم که ولادت حضرت مولانا همانند سال‌های گذشته در روز شنبه 28 سپتامبر از ساعت 6:30 تا 9 شب در ریچموند هیل سنتر فور پرفورمینگ آرت برگزار خواهد شد. لطفاً برای تهیه بلیط به میز مخصوصی که برای بلیط‌ها در نظر گرفته شده است رجوع فرمایید. بلیط‌ها همانند همیشه رایگان بوده و هزینه‌ها بر عهده هستی اوریان می باشد. متشکرم. دوستان عرض سلام و خوش آمد گویی دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. قبل از هر چیزی باز دوستانی که تازه به ما پیوستن تکرار مکررات میکنم که یک عکس و یک تصویر رو نبینند، تمام فیلم رو باید دید. این جلسات یک جلسات سخنرانی نیست، جلساتیه که خیلی به هم پیوسته است و داستان ادامه پیدا میکنه و ما هم با داستان ادامه میدیم صحبت ها رو. همینطور صحبت های هفته پیش فوق العاده نتیجه گیری های مهمی رو در مسیر هستی اوریان و همینطور در داستانی که آغاز خواهیم کرد داره، بهش خیلی توجه داشته باشید و حتی اگه چند بار گوش بدیم تا مفهوم دقیقاً دستمون بیاد. قبل از اینکه داستان رو من شروع کنم یه نکته ای رو باید، این دو تا نکته رو باید تذکر بدم، توضیح بدم و بعد وارد داستان شم. صحبتایی هم که در پیش درآمد داستان خدمتتون چه هفته ای پیش چه الان ارائه میدم ربط مستقیم به داستان داره، چون وقتی به ابیات میرسیم خودتون ربطش رو میبینید. لغات زیاده، بحثای مولانا زیاده و من بعضی صحبت ها رو در مقدمه به عنوان مقدمه خدمتون عرض میکنم. اولا در نظر داشته باشید دونستن حقیقت به معنی حقیقی شدن نیست. هر کی فلسفه میخونه و دکترای فلسفه میگیره به این معنی نیست که فیلسوفه، به این معنی نیست که های دیگه. دونستن با بودن متفاوته. روانشناسا شاید اطلاعات زیادی درست و غلط در رابطه با روان انسان دارن، اما شما بسیار نادر پیدا می کنید
روانشناسی که دانسته‌هاش مسیر تحول و دگرگونی‌های درونی شده باشه، تغییرات بنیادی شده باشه. بسیاری از موبدان و فقهای ادیان رو می‌بینید که خوب واردن، خوب می‌دونن، اما هرگز به اون دین عمل نمی‌کنن. دونستن حقیقت، با حقیقت شدن و حقیقی بودن بسیار متفاوته. الزاماً اگر کسی چیزی رو میدونه بدین معنی نیست که اون هم هست. نکته دیگه ای رو که باید توضیح بدم، مسئله ای که در رابطه با درد تو این جلسات صحبت کردیم و چون اینجا هم مولانا بسیار به کار میبره در این داستان، یه مقداری لازمه یه توضیحاتی بدم راجع به درد بر اضافه بر تمام توضیحاتی که تا حالا دادم که بعد وارد صحبت‌های مولانا بشیم. ببینید، درد رو شما بد معنی نکنید، بسیار به این عرایزم عنایت کنید. یکی از چیزهایی که در فرهنگ عموم بشر جا افتاده در تمام دنیا شما می‌بینید، درد و لذت با خیر و شر معنی میشه. یعنی زمانی که لذت وجود داره این خیره، این برکاته، و زمانی که درد وجود داره این شره. به قول نیچه، درد رو نفرین آفرینش نگیرید، اینا خیلی بد جا افتادن. درد بسیار ورای خیر و شر، نیکی و بدیه. یه مثالی خدمتون میزنم یه مقدار روشن بشه. شما ببینید خانومی که در حال زایمانه، این چه دردی داره، میکشه. ولی همین درده که این رو به اون لذت بچه دار شدن میرسونه. یعنی اگر تا به قله اون درد نرسی، لذت معنی رو پیدا نمی کنه. به طور کلی لذت زمانی مطرح میشه که فرایند و محصول درد باشه. زندگی ما، زندگی بشر به طور کلی در این نقطه خشخاشی که در این بیکرانه هستی قرار گرفته بسیار پرآشوبه، یک کیاسه، یک بهمریختگیه. در میون این بهمریختگی که در سرتاسر جهان وجود داره، آرامش یک فرایند کوتاهیه که در اینها غرق میشه. شما در این صحبت‌ها مطلقاً شک نکنید، هیچ کس هم در این مسائل، یعنی هیچ فیلسوفی در این مسائل شک نکرده. ببینید، شادی، لذت، آرامش تا زمانی هستش که یک نفر در کنار عزیزانش داره زندگی میکنه و از هم شادند و لذت میدارند، و آشوب و کیاس اون زمانی میاد که این عزیزان از دست میرن یا سلامتیشون به مخاطره میفته. اون زمانی که در آرامش خانواده نشستی اون آرامشه، اما به آنی یا مرگج خونه رو نتونستی بدی یا اجاره رو نتونستی بدی یا به هزاران دلیل، این آرامش میره پایین، از کار بیکار میشی و هزاران چیز دیگه. تا زمانی که سلامتی همه چیز قشنگه، این اون آرامشه، این اون لذته. اما به محض این که درد میاد اون آرامه، یعنی مریضی میاد، بیماری میاد، اون آرامش رو با خودش پایین میبره، اون سلامتی رو پایین میبره. ما در حقیقت آدم هایی هستیم
که در کنار قبیله خودمون، قوم کوچک خودمون آتشی روشن کردیم، کلبه کوچکی رو برافراشتیم و تمام زندگی رو میخوایم از دریچه اون ببینیم، غافل از این هستیم که این قوم و این آتش و این کلبه‌ای که ما برافروختیم در پشت جنگل تاریک پر از وحشتی قرار داره که هر آن میتونه طعمه چیزی بشه. این از مهمترین مسائلیه که ما نسبت به درد باید بدونیم. جهان ما بر اساس این اساساً هست. شما هر زمانی که بخواید درد رو از این زندگی حذف کنید، میدونید موقته، میدونید رنج میاد سراغتون، نمیشه از این گریزی داشت، کسی هم از این گریزی نداشته. اما آیا این بسیار لازمه برای زندگی ما؟ متفقاً میگن بله. شما تا حالا شده یک شب خسته هم باشین، خوابتون بیاد، کتابی جلوی دستتونه، این کتاب رو دارید میخونید تا به معنای کتاب، به اون معنی که باید برسید نرسید، کتاب رو ول نمی کنید. شاید پیش اومده. صبح بسیار شادمانین از رسیدن به اون معنا، اما با رنج بیخوابی میرید سر کار، با رنج کمخوابی میرید سر کار. شما به خاطر لذت بردن اون کتاب رو نمیخونید، شما برای رسیدن به معناست که اون کتاب رو میخونید. بسیار این نکته مهمه. شما برای اینکه لذت ببرید این رنج رو تحمل نمیکنید، شما برای اینکه به معنا برسید رنج رو تحمل میکنید. اما زمانی که به معنا رسیدید، اون معنی رو که میخواستید گرفتید، محصولی داره، فرایندی داره که اون لذته. اما هدف شما از شب تا صبح مطالعه کردن اون کتاب لذت نبوده، پویایی بوده، دنبال معنا بودن بوده. درسته؟ یعنی اون چیزی که در این جهان عمدتاً صحبتش از دیدگاه عرفان و بسیاری از فیلسوف ها وجود داره، رسیدن به معناست. بقیه تماماً حاشیه است، بقیه تماماً بیدوامه. پویایی زندگی در این معنا هاست. ببینید، شما تصور کنید شما رو میذارن تو یک کاخ خیلی مجللی، میگن در این کاخ مجلل تا اونجایی که بخواید میتونید تولید مثل کنید، هر نوع همسری رو که مورد نظر و خاطرتون هست انتخاب کنید، بچه های فراوانی داشته باشید، فقط بخورید و همین کارو بکنید. در ته قلب میگیم نه، همین امروز همین مدرنیته ها و همین روشن فکران ما مگه نمیگن این بهشت کجاست، همش برو با حوریا و میوه بخور؟ این همونه دیگه، و این همون بهشتیه که آدم ابوالبشر به عنوان یک زبان سیمبولیک مطرح کردن که داش در اون بهشت آسایش بود، در اون رفاه و پیس آف مایند و رفاه فکری بود و بهش نگفت، برای اینکه این جزء خمیره ماست، این جزء آفرینش ماست، که ما به قول نیچه انسان محشرترین محصول اصلیه، چون با آغوش باز رنج رو در آغوش میگیره. درد در اینجا معنی میده که روی قله‌های درد به معناها میرسی. اینجا معنی داره. ولی درد بیهوده،
رنج بیهوده، رنجی که برای فکرها و خیالهای بی اساسه اون مد نظر کسی نیست. اولین مسئله اینه که صحبت عرفای ما و الان علل خصوص مولانا اینه که عزیز من، زندگی فورانات آشوبه، این جهانی که تو توش اومدی فقط کیاسه، اون چیزی رو که تو داری به عنوان آرامش و لذت و زیبایی میبینی آنی در قلب، در دل این آشوب ها نابود خواهد شد. هیچ هم مسئله پیچیده ای نیست، هممون داریم میبینیم چقدر درگیر از دست دادن عزیزا، سلامت نبودن، بیمار بودن مریض، عزیزایی که داریم، بی پولی ها، فقر ها، چقدر ما عذاب کشیدیم. ما بر این اساس هستیم، اصلا همه چیز زندگی رنجه. شما ببینید رنج خوردن و آشامیدن بسیار به نکته مهمیه. ما وقتی که رنج گرسنگی رو داریم میریم، حالا کار میکنیم، فعالیت میکنیم، زحمت میکشیم، قدیم شکار میکردیم و قوت لایموتی رو تهیه میکنیم، زندگی میکنیم و اون گرسنگی و اون رنج گرسنگی رو از بین میبریم با لذت غذا خوردن. اما همین این غذا باز عامل مرگ ماست و در یک جاهایی حتی میتونه خیلی سریع و جدی اتفاق بیفته. این بسیار زیبا و عمیق به هم پیچیده است. درست این زایمان یک مادر، یک خانوم که داره وضع حمل میکنه، شما در یک جایی آمیزش رنج و لذت رو اونچنان نزدیک میبینید که دیگه بین اینها فرقی نمیتونیم بذاریم. بین این رنج و لذت اصلا تشخیصش مشکل میشه. اون چیزی که مد نظر هستیست از دیدگاه عرفای ما و فیلسوفهای بسیار زیادی، کسانی مثل خود هایدگر که بارها صحبتشو داشتیم و امثال هم، در این زندگی تکاپوی انسان برای رسیدن به معناست، به معناست، به معنای زندگیه، رفتن در عمق زندگیه. به خاطر همین رنجها، به خاطر این آتشفشان آشوبها، ما فیلسوفهای زیادی رو میبینیم، بسیار زیاد، از روم، یونان باستان، روم باستان بگیرید تا قرن 18، 19، 20 و همین حالا، کسانی که گفتن چون زندگی اینقدر پوچ، اصلا ارزش زیستن نداره. به خاطر اینکه شما مثلا نگاه کنید کسایی مثل خود شوپنهاور، به خاطر اینکه ما بسیار موجودیت کوچکی داریم در پیکره بیکرانه هستی که فراوان و فراوان آشوب ازش میاد، نظمی که ما در درون و زندگی خودمون داریم تطبیق نمی کنه و همه چیز رو به هم می زنه. با تمام پیشرفتا، با همه تکنولوژی ها، با هر کاری که می کنی، یک جای داستان به مشکل می خوری. بهترین استادی، بهترین پروفسوری، آنی آلزایمر می گیری، آنی سرطان میاد، آنی فلان میاد، بهترین پول ها رو داری. این واقعیت زندگی ماست. و شوپنهاور، حالا مثال میزنم از شوپنهاور، شوپنهاور خیلی هم مثل شوپنهاور اینو میگن، میگن ما اونقدر کوچیکیم که قدرت عرض اندام در مقابل این هستی رو نداریم، هیچ جور نمیتونیم با اینها کنار بیایم. پس در نتیجه زندگی پوچه. داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم، همین شوپنهاور کسی هستش که در اوایل جوانیش و زندگی نوجوانی و جوانی و حالا میاد تا یه مقداری جلو، شاید بالاترین نوع لذت‌ها رو تجربه کرده. بسیار مثال زدنیه در لذت، اما به اینجا میرسه.
در مقابل این اسپینوزا رو میبینید که حالا زیاد از این صحبت دارم بکنم، با تمام مشکلات ریوی، با تمام مریضی ها در کنج یک اتاق تو تنهایی با بدبختی مرد در سن 42-43 سالگی، حالا درست خاطرم نیست، اما زیباترین پیام های زندگی رو داد. زیباترین پیام های زندگی رو داد. مثل همون مثال حضرت مولاناست، یه جا آتش باز کردن، یک جا آب روان بود. به مردم میگفتن که هر کی میخواد انتخاب کنه، یا آتش رو یا آب رو. هر کی تو آب میرفت از آتش سر در میآورد، هر کی تو آتش میرفت از آب سر در میآورد، از سبزی و بهشت سر در میآورد. اینها بدین معنی. اینها به ما گفتن به خاطر کوچکی و بی ارزشی ما و اصلا ناچیز بودن ما، ما در مقابل هستی هیچ چیزی نیستیم. تمام این فلسفه های نیهیلیستا، تمام این پوچگرایی ها از اینجاها اومده که حالا خیلی زیاد و بیشتر داریم در قرن 21 میبینیدش. هیچ راهکاری کسی به این نداده، هیچ راهکاری نداده که انسان اصلا زندگیش نمیارزه، اومدن و رفتنش ارزش نداره، فقط رنجه. در قرون، یعنی به خصوص در اواخر قرن 20 و اوایل الان که در قرن 21 هستیم، بهترین راهکار غافل بودنه، نادان بودنه. در غفلت باش، اصلا به هیچ چی کار نداشته باش. دم غنیمته، فقط پول درار، جیب سرمایه دارو پر کن، بقیهش اصلا فلسفه هدف تو همینه، بقیهش پوچه. در مقابل این ایده که تو کوچیکی، تو بی ارزشی و آشوب ها نابودت میکنه، رنج ها نابودت میکنه، شاید اگر نگیم مولانا تنها و بی نظیرترین فرده، باید بگیم که دیگه کم نظیره. شما همانند مولانا پیدا نمی کنید که میگه نه، شهامت اینو داشته باش که به دروغ بیرون بتونی بگی نه. چی کار داری طرف کیه؟ چی کار داری این مردم از کی طرفداری میکنن؟ چی کار داری فلان دانشگاه چی داره میگه؟ اینا پشیزی نمیارزه. مهم اینه که در مقابل این قولها، شما فکر نکنید حالا زمان مولانا شوپنهاور نبوده، صد تا بدتر از اون بوده، بعدها هم اینها وجود داشتن. پوچی زندگی رو رقم زدن و گفتن زندگی پوچه. مولانا حداقل بگیم یکی از نادر کسانیه که مهمترین راهکارها رو برای بزرگ شدن و عظمت انسان به پیکره هستی و اینکه آشوب‌ها و کیاس‌ها زیر انگشت تو هستند، نه تو اسیر اون، مطرح کرده. شما هیچ فیلسوف و یا کمتر فیلسوفی رو پیدا می‌کنید توی این جزئیات، حالا مولانا درست فیلسوف نیست، اما از دیدگاه عرفان مطرح کنه که آقا جان راهکارهایی رو من برای تو دارم که تو از این، از رنجی که میبری به قله شادمانی برسی. اما قله شادمانی هدف تو نیست، قله معنا هدف توه. تو باید به معنا برسی و الا دلت رو به هر چیزی که میخوای خوش کنی، به هر چیزی که میخوای خوش کنی، هنوز دلتو خوش نکردی، یه طوفان میاد میبردش. این قانون این زندگیه. جهان رو هم من و شما نساختیم، هیچ وقتم از دست ما کاری بر نمیاد. قرن 21 برای ما بهترین گواهه که کیاسا، آشوبها، بدبختیها، مریضیها، هر جورشو بگیری، به مراتب از قرون گذشته اوج بیشتری گرفتن، اما تکنولوژی ما، علم ما، هوش ما فوق‌العاده وسیع‌تر شده. تنها کسیه که میگه این هوش راه حل این داستان نیست، تو باید بزرگ بشی و تو بزرگ هستی. حالا آقای شوپنهاور، آقای نمیدونم فلان، هر چی میگی با تمام اسم پرتمطراقی که داری، مال خودت. من مولانا راهکارهایی دارم.
این راهکارها رو در این زمینه ها به ما ارائه داده. اگر هم من انسانی به این آرامش ها، به این قوم و این قبیله کوچیک دور این آتش چسبیدم و میگم تو رو به خدا من از این جدا نکنید، باید بدونم محکومم به حمله تاریک جنگل. اگر اشتباه نکنم اینا مثال های نیچست، حالا انا تو ذهنم و فکر کنم مال نیچست، محکومم به حمله های جنگل، تاریکی های جنگل، هیچ درمونی هم نداره، بسیار اما کوچکتر از این هایی، مگر اینکه همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم موقتا یه مسکنی بدن، بهت بگن که یه آرامش خاطری بگیر و بعد دوباره نفس بگیر شروع کن برای بدبختی ها. اون چیزی که مولانا مطرح میکنه چیه؟ تمام این صحبت هایی که تو این چندین و چند ساله داشتیم در نظر بگیریم، حالا بریم سراغ داستانی که مجزا برای این داستان تفسیرها نوشتن. این داستان در دفتر ششم هستش، حدوداً کمتر از یک سوم دفتر ششم رو گرفته و اسم داستان اینه: حکایت آن پادشاه و وصیت کردن او سه پسر خیش را که در این سفر در ممالک من فلانجا چنین ترتیب نهید و فلانجا چنین نواب نصب کنید. نواب یعنی وزیر، استاندار بذارید. اما الله الله فلان قلعه مروید، گرد آن مگردید. به این داستان میگن داستان قلعه هوشربا یا قلعه ذات الصور. بسیاری از شارحین بزرگ، شاید مثل حکیم سبزواری، در قبال این داستان گفتن هر اون چی رو که انسان نیاز داشته از اول خلقت تا قیام قیامت در این داستان اومده، اینقدر از این داستان تعریف کردن. من داستان با اجازتون شروع میکنم تا یواش یواش برسیم به توضیحات. باز به حرف من توجه داشته باشید، در جهان امروز جز این که وادارت کنن به غفلت و غافل بودن و ما رو تبدیل کنن به غافلین، هیچ اقدام مثبتی کسی نکرده جز اگنور کردن، جز این که فراموش کن، هر وقت مردی مردی دیگه. اصلا برای چی اومدی؟ اومدی فقط کار کنی پول در ری بدید ما پولدارتر بشیم دیگه؟ اصلا دلیل دیگه ای نداشتی. در دنیاهایی که یک مقدار معنا، یعنی قرون گذشته، معنا درک بالاتر بوده، جوابی برای این موضوع نداشتن. بسیار این نکته مهمه. این همه صحبت از سارت شد، از هایدگر شد، از هگل شد، از کسانی که فاصله های 600-700 ساله با مولانا دارن، بعد از اون این جواب ها رو ندادن. اگر هم میبینید مولانا در بسیاری از کشورهای غربی به طور جدی مطرحه، برای اینکه مولانا شاید یکی از نادرترین کسایی که راهکار داره و راهکارهای عملی داره، وعده سر خرمن به کسی نمیده، یا واسه حرف منو نگیر خودت برو ببین، ولی اینی که من میگم بکن. من به تو وعده نمیدم، برو خودت ببین، اما اگر میخوای بری راه رو گوش کن که راهی را دارم جلوی پات میذارم. ما به این نکته ها داریم اشاره میکنیم. بود شاهی، شاه را بود سه پسر، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر. صاحب فتنی زیرک، هر یکی از دیگری استوده تر در سخا و در وقا و کر و فر. استوده تر نیست، ستوده تر، شایسته تر در سخا یعنی سخاوت داشتن، وقا یعنی جنگاور، دلیر بودن. پیش شه شهزادگان استاده جمع، قرة العینان شه همچون سه شمع. این بچه ها شاهزاده ها پیش شاه وایساده بودن، قرة العین یعنی نور چشم، این نوران چشم شاه مثل سه تا شمع. خب
این رو گفت. حالا ببینید این بیت: از ره پنهان ز عینین پسر می کشید آبی نخیل آن پدر. میگه از راه پنهانی، عینین این چشمان، دو تا چشم پسر، از دو تا چشم پسر مثل اینکه یک آبی جاری بود در درخت، درختی که در وجود پدر بود. تازه فرزند آب این چشم شتاب می رود سوی ریاض مام و باب. ریاض یعنی روزه، روزه از روزه گرفته میشه، یعنی باب، باغاس. میگه از این چشمه‌ای که از چشمای بچه‌ها حرکت می‌کرد، می‌رفت و باغ وجود پدر و مادر رو آباد می‌کرد. این دو تا بیت، سه تا بیت راجع به شاه گفت، دوباره کشید توی حاشیه. پس فقط بدونیم یه شاهی بود، سه تا پسر داشت و این سه تا پسرش هم داشت چشمای اینا رو نگاه می‌کرد و لذت می‌برد. از اینجا به بعد رفت تو یک صحبت‌های دیگه. تازه می باشد ریاض والدین، گشت جاری عینشان زین هر دو عین. میگه که باغ والدین، اون باغی که به اصطلاح از این بچه ها ریاضی که روزه‌ای که درشون وجود داره تازه میشه، به اصطلاح سیراب میشه از گشت جاری عینشان زین هر دو عین. ببینید این اول به معنی چشم است، این دوم به معنی چشمه. من قبلا هم خدمتتون گفتم حکیم سبزواری در منظومه 70 معنی برای این گذاشته. این یعنی چشمه، این یعنی چشم، این یعنی مثل، این یعنی دانا، این یعنی زانو، اینجور مسائل رو گذاشته. و در ضمن فراموش نکنید اگر هم یک زمانی، چون حالا اسم حکیم سبزواری اومد، حکیم سبزواری راجع به این داستان فوق العاده قواست. من امیدوارم وقتم برسه که یک صحبتایی رو از ایشون نقل کنم، اما اگر کسانی علاقمند باشن به آثار حکیم سبزواری، پروفسور ایزوتوسو، یکی از پروفسورهای بزرگ ژاپنیه، بسیار تحقیق در زمینه سبزواری داره، اصلا سبزواری شناسه، کتاب اسرارالحکم رو ایشون نوشت، بسیار تصحیح کرد، بسیار زحمت کشید روی این. و اگر خواستین میتونین رجوع کنین. در هر صورت این چشمی که حرکت میکرد و باغ اینها رو آباد میکرد، از دوتا چشم این بچه ها جاری میشد. چون شود چشمه ز بیماری علیل، خوش گردد برگ و شاخ آن نخیل. میگه حالا اومدیم و این بچه ها از بیماری مثلا علیل شدن، این چشمه‌ای که داره میاد اون شادی رو که توی والدین، توی پدر و مادر در چشم فرزند داری میبینی، وقتی که علیل میشن، مریض میشن، این چشمه خشک میشه و شاخ و برگ های درخت وجود تو شروع میکنه به زرد شدن و مشکل پیدا میکنه. انگار یه جوری شما رو با سیم وصل کردن به اینا، با وایر شما رو وصل کردن به اینا که هر موقع ولتاژ اینا بالا پایین میشه، شما با اینا بالا پایین میشین. خشکی نخلش همی گوید پدید، که ز فرزندان شجر نم میکشید. میگفت، میگه که شما وقتی که با به اصطلاح به فرض به مریض میشه اینطور میشه، شاد پدر مادر اونطوره، شما میفهمین از بیرون که انگار تمام وجود شادی این پدر و مادر از وجود این بچه ها داره نم میگیره، داره به اصطلاح سیراب میشه. این رو کاملا متوجه میشه که تا وقتی اون شاده، این شاده، وقتی اون مریض و ناتوانه، این مریض و ناتوان میشه. خب ببینید، اولا به یک موضوعی اشاره میکنه و اون موضوع اینه که ببینید باید یک مثال بزنه. متاسفانه من خودم هم سعی کردم علم حضوری رو توضیح بدم، علم حضوری رو نمیشه توضیح داد،
بسیار تو این جلسات رو علم حضوری صحبت کردیم. وقتی که علم حضوری به کلام میاد میشه اصولی. وقتی من میخوام احساس توی مادر یا پدر رو به بچت بیان بکنم، یک بی نهایتی رو محدود کردم. مثالی میزنه که همه بفهمنش. به تمام صحبتهای من توجه کنید، حالا به این صحبتش مثالی میخواد بزنه که همه بفهمن. میگه آقا همون جوری که به بچه ها این ارتباط رو داری، این علاقه رو داری. باز هم من داخل پرانتز بگم مولانا اونقدر نادان نبوده که فکر کنه مثل بسیاری از شعارهایی که ما امروز میدیم هر کی مادر شد دیگه عشق داره، هر کی پدر شد دیگه مقدسه. مادر و پدر بودن هیچ قداستی نداره تا زمانی که مادری و پدری بکنی. بسیار نکته مهمه. ما متاسفانه کلماتی رو که مردم قبول میکنن، عوام الناس قبول میکنن، میریم پشتش قایم میشه، میگیم این کلمات زیباست. آقا من یک مادرم، من یک پدرم. اون موقعی که این بچه پدر یا مادر میخواست کجا بودی؟ یعنی کلمه قداست نداره، عمل قداست داره. باور هیچ قداستی نداره، عمل قداست داره. چون ما یه زمانی از یه چیزهایی خسته میشیم. ببینید جلسه قبلی صحبتی رو کردم، گفتم که داستایوفسکی میگه توی همون داستانش که انسان‌ها از باورهای خودشون پلی میسازن برای بهشت. آقا تو این رو باور کردی، جامعه تو به تو گفته این درسته، تو نمیتونی انتظار داشته باشی که هستیم هر نوع نادانی و جهالت تو رو تأیید کنه، چون تو باور کردی. این کلمات یک موقع دین میشه، این کلمات یک موقع علم میشه، این کلمات یک موقع چیزهای متفاوتی میشه. به هر حال این یه توضیح رو خواستم خدمتون بدم. این نیست که هر کس بگه من بالاخره مادرم، اینا حرف اضافه است. اون جایی که مادری کرده مادره، اون جایی که پدری کرده پدره، اینجا معنی میده. و الا اگر به ما باشه اکثرا میگن که ما که چیزی کم نذاشتیم، اینا فقط یک شعاره. ولی اونی که واقعا نذاشته، بسیارم از اینجور پدر مادرها پیدا میشه که کم نمیذارن، از جونشون هم مایه میذارن. برعکس اینم وجود داره، بسیارم فرم دیگه داره. منظور اینه که یک کلمه قداست نداره. شعار نمیدیم ما، شعار کار ما نیست، شعور رو بهش میپردازیم، واقعیت رو. میگه آقا مگه تو بچه‌ای که داری این بچه‌ت مریض میشه، دیدی چجوری تو حالت گرفته میشه؟ دیدی چجوری تو پژمرده میشی؟ خدایی نکرده مشکلی براش پیش میاد، اون موقعهایی که شاد تو چشماش نگاه میکنی، برق شادی رو میبینی در تو داره قلیان میکنه، این درخت های وجودت شکوفا شده اومده، دیگه اینو که میشناسی، دیگه این چیزی نیستش که بگی من نمیدونم. تا دیروزی که تو این بچه رو نداشتی این احساسات کجا بود؟ این چشمه، حالا احساس شاید کلمه قشنگی نیست، این چشمه ای که این نخیل رو، این درخت تناور رو در وجود تو بلند کرد کجا بود؟ نبود. فقط حصولی میدیدیش، از بیرون میدیدید، میگفت خب بچه‌شه دیگه. ولی الان خودت در اون حضوری و میدونی من مولانا دارم چی میگم، چون زیباترین کلمه رو میخواد منتقل کنه. مثالی رو میزنه کسی نگه آقا من نفهمیدم. این کجا بود؟ نبود. ولی الان داری میفهمیش. پس یک حفره هایی، یک جریاناتی در درون توی انسان هست که تا به فعلیت نرسه فهمش غیر ممکنه. چی گفتیم جلسه پیش؟ گفتیم تا شیرجه نزنی تو تاریکی ها،
تاریکی رو نیاری، ضمیر ناخودآگاه رو نیاری در خودآگاه، هیچ اتفاقی نمیفته. تاریکی معنی شیطان نیست، اشتباه نگیریم. تاریکی فقط به معنی اون عصبیت ها و اون خشونت ها نیست. درک حضور فرزند برای والدین یک ز تاریک بوده، اومدن بچه دار شدن، این تاریکی رو آوردن از ناخودآگاه، آوردن توی خودآگاه. این چیزی نبوده که اصلا نیست بوده، این در تاریکی بوده، در ناخودآگاه بوده. این ناخودآگاه الان اومده در خودآگاه، تو داری درکش میکنی. آوردن تاریکی ها، شیرجه بزن. و اگر تو ازدواج نمی کردی، حالا ازدواج هم نمیگه، با یه جنس مخالف رو در رو نمی شدی و بچه دار نمی شدی، اینی که در اون ناخودآگاه تو بود که بیرون نمی اومد، که الان اومد بیرون و تو داری این رو می بینی. نکته دیگه ای در این نهفته است، این بچه ای رو که تو داری می بینی در حقیقت چیزی نبوده به غیر از وجود داخلی و درونی شما دو نفر، امروز کشیده شده به دنیای بیرون، درسته؟ اون وقت اونی که در وجود تو بوده اومده در دنیای بیرون و این دنیای بیرون با دنیای درون کاملا متحده. اون ناراحت میشه، تو ناراحت میشی، اون مریض میشه، تو مریض میشی، اون شاد میشه، تو شاد میشی. پس در این هیچ شکی نداریم که بسیاری چیزها در ضمیر ناخودآگاهمون هستن که تا به فعلیت نرسن اصلا نمیفهمیمش. میگه یکی از مثالها همین بچه، در این که شکی نداری. حالا ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتان یا غافلین. کاریز یعنی قنات. و ببینید بسیار حساب شده اینها رو انتخاب کرده. قنات اولا یه سی که در زیر زمین حرکت میکنه، پنهانه. قنات رو باید بری و کشف کنی، پیدا کنی. یه چیزی نیستش که همین اینجور به راحتی در اختیارت بیاد. در بعضی موارد ممکنه بشه، همونجور که در بعضی از انسان ها میشه. میگه عزیز من، در درون تو قنات های پنهانی وجود داره که این حسی که تو نسبت به این فرزند داری، همون جور که در ضمیر ناخودآگاهت در تاریکی بود و تو ازش بی اطلاع بودی، اینها وقتی که به فعلیت میرسه میبینی متصل با جان توه. یعنی شیرجه بزن تو تاریکی ها، اون چیزهایی که در ضمیر ناخودآگاهت، بیار تو خودآگاه، نترس. اون وقت میبینی که بزرگترین جریانات درت وجود داره که تو ازش بیخبری یا غافلی. یعنی کسانی که غفلت میکنی، میگی نه آقا همین این یکیه، من فقط همین محبت رو میفهمم، من فقط همین رو میفهمم. میگه هزاران ای بسا کاریز پنهان همچنین کاریزهایی در درونت هست، در اون ضمیر ناخودآگاهت هست که باید بیاد در خودآگاهت. ای کشیده ز آسمان و از زمین مایه ها تا گشت جسم تو سمین. سمین یعنی چاق، فربه. میگه کسی که از تمام آسمان و زمین مایه گرفتی و تونستی این جسم خودت رو فربه کنی، سمین کنی. آریست این کم همی باید فشار، کانچه بگرفتی همی باید گذارد. جلسات درسه قبل صحبته که در مقدمه کردم، این قاعده زندگیه. بالا بری، پایین بیای، کره ماه بری، چه میدونم الان این داستانهایی که میری تو فضای فلان کره دیگه پیدا کنی، هر کاری بکنی، قانون اصلیه. این میخواد در هزار، ده هزار سال پیش باشه، در ده هزار سال آینده باشه، فرق نمی کنه. آشوب ها که آسا میبلن آرامش ها رو، هر اون چی رو که گرفتی آریست باید بدی. جز نفختو کانز وحاب آمده است، روح را باش، آن دگرها بیهود است.
میگه جز اون نفخه الهی، جز اون روح الهی که در تو اومده، اون اصل، بقیش بیهوده است. بعد بلا فاصله باور کنید نگار همین الان داره مولانا صحبت میکنه. دیدین دیگه، ما هم که ماشاءالله فقط منتظریم ایرادای بنی اسرائیلی بگیریم، مگه ول میکنیم؟ فقط بگیم من هستم میتونم ایراد بگیرم؟ میگه بابا جان این جسم تو، این عشق تو به فرزند، این دنیای ماده فوق‌العاده زیباست. من گفتم آری است، من گفتم ولش کن، بیهوده نسبت به جان میگویمش. این چیزهایی که الان تو بهش چسبیدی و در غفلت گرفتی خوابیدی، نسبت به اون عظمتی که در وجود تو، این بیهوده است. و الا نی به نسبت با سنیه محکمش، و الا جسم تو دنیای ماده عظمت بیکرانه ایه، اما چیز برتری در این پنهان شده که باید به اون برسی، یعنی به اون پی ببری. من هم نمیگم تو اینو بذار کنار، من دارم میگم تو این جسم رو که بهش میرسی، جسم فقط منظور به تن و بدن و قضا نیستا، پول در میاری، فرزند داری، پدر داری، مادر داری، همه اینا چیزای خوبیه، اما اگر به اون عظمت پی ببری میبینی فوق العاده بالاتره. چون یکی از ایراداتی که ما داریم، انسان‌های غافل، افراد تصور میکنن که اگر برسن به عظمت‌های وجودیشون دیگه عشقشون به همسرشون کم میشه، عشقشون به فرزندشون کم میشه، اینها رو از دست میدن. عزیز من، به خاطر همین میگن غافل. مگر روزی که تو بچه دار شدی علاقت از پدر مادرت بریدی یا علاقت از همسرت بریدی؟ هر کدوم گل یک گلزاره و یک بویی میده. وقتی که بچه دار شدی گفتی که حالا که بچه دارم پدر مادرم بمیرن راحت شم؟ همچه کاری مگه کردی؟ اون جایگاه خودشو داشته، این جایگاه خودش رو داره. وقتی هم که برسی به عظمت‌های درون، این نیستش که سر بچه رو میذاری میبری. عشقت فوق‌العاده واقعی تره، از ماسک ها میای بیرون، ماسک ها برات بی ارزش میشن، اون حقیقت عشق رو میرسی. پس قبل از اینکه وارد صحبت‌های اساسی از مولانا بشم، تا اینجا ما این دو قبول داریم، بدون هیچ بحثی یک موجود، حالا فرض کنیم یه فرزند داریم یا 10 تا فرزند داریم، اینها چیزی خارج از وجود ماها نبودن، پدر و مادر، و بعد وجود عینی پیدا کردن، و بعد می‌بینی که این وجود خارجی با این وجود درونی چقدر متصله. اینها نمیتونن از هم مثل این که ببرن یه جاهایی، خیلی به هم چسبیدن. از نظر درون دارم میگم، حس رو بذارین کنار. چی میخواد مولانا بگه؟ مولانا میخواد چی رو مطرح کنه که این عشق که تو میفهمیش، من میخوام از چی صحبت کنم؟ اینکه چی میخواد بگه یه مقدار مفصله باید بعد از بریک خدمتتون عرض کنم. اما این که تا اینجا صحبت کرد، دیگه نمیشه بیشتر از این مثال بزنه. کسی که نمیخواد بیدار شه بیدار نمیشه، اما همینقدر داره بهت میگه، میگه ببین ما ایجاد نیاز نمی کنیم، اما بدون تمام این چیزهایی که تو به عنوان خوبی ها و آسایش ها و لذت ها داری میبینی آری است. با یک حمله زندگی همش نابود میشه، تو هم میخوای با اینا خودت نابود کنی، خودت میدونی. اما من، یعنی مولانا، برات راه جاودانگی آوردم. و ابداً هم مولانا صحبتش این نیست که من میگم تا بشنو، میگه فقط مردش باش، برو برو، اگه ندیدی ما هرچی گفتیم بی خود گفتیم. بسیار این نکته ها مهمه، بسیار به این نکته ها توجه کنید. میگه برو، اگر ندیدی هیچی از دست نخواهی داد، همه چیز در جای خودش. بریم برکو بیم صحبت رو دارم. عرض کنم که وعدم رو وفا کنم سر این که مولانا چی میخواد بگه. این صغرا کبراهایی که چیده شد
حرف مولانا چیه. ولی قبل از اون به یه نکته توجه داشته باشیم. فردیت انسان الزاماً باید از طریق رنج باشه. رنج هم به معنی که من معنی کردم، نه قصه های پوچ، چون در رنج که معنا پویی و معنا میتونه پیگیری بشه. شما با رنج که بیدار میمونی اون کتاب رو تمام میکنی. رنج رو به بیهوده بردگی های بشر در امروز ندین. اون بردگی هایی که ما عموما بهش عادت کردیم و برخلاف اون چی که بهش اعتراض میکنیم که نمیخوایم، عاشق برده بودنیم. بسیار این نکته ها مهمه. باز در خود همین کتاب گراند اینکویزیتور داستایوفسکی خیلی قشنگ میگه، میگه وقتی که در قرن 16 هم در اواسط قرن 16 اونم تو اسپانیا در اوج از قدرت اسکولاستیک، تفتیش عقاید، اینها هستن که آقا این همه دارن عیسی رو بزرگ میکنن. عیسی ظهور کرد، همون جور مرده زنده میکرد، همون جور مریض شفا میداد و همه یقین داشتن که این خود عیسی است با معجزاتی که داشت. اما زمانی که این آقای اسقف اومد و عیسی رو با خودش میبرد به سمت محبس و زندانی کردن، همین مردمی که منتظر این منجیشون بودن با بزدلی تمام راه باز میکردن که نماد دین، پیامبر دین رو به زندان ببره. بسیار نکته مهمیه. اینها جزئی از زندگی ماست. یعنی عادت و عادت کردن به یک برده بودن و بعد تلاش بکنیم که این بردگی رو از من نگیر. خب باش، اما بدون صحبت ما از آزادیه، صحبت ما از رهاییه. میتونی یا نمیتونی. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم ای کاش تاریکی ها و روشنایی ها مرزی داشت که میتونستیم جدا کنیم، بگیم اینا تاریکی هن، اینا روشنایی هن، اینا نیکی هن، اونا بدی هن، و بعد تمام بدی ها رو نابود کنیم و جهان پر از نیکی بشه. اما تاریکی ها و روشنایی ها نه از میون کشورها، قوم ها، خانواده ها، عزیزان، دین ها، از میون هیچ کدوم از این ها نمیگذره و از میون بسیار چیز دیگه نمیگذره، فقط از یک جا میگذره و از میون قلب هر یک ایندیویدوال ماست، شخص ماست. این چیزیه که هست و ما این که باید بتونیم اینها رو تشخیص بدیم و این در فردیت و شکوفا شدن فردیت جلوه میکنه و پویایی معنا. از من حالا دوستانی داشته باشین، دوستانی که فرزند دارین، نوباوگانی دارین، نونهالایی دارین، سعی کنید که همیشه لذت ها برای بچه ها فراورد زندگیشون باشه، محصول زندگیشون باشه، هدف زندگیشون نباشه. والله به خدا دروغ میگن، فوق‌العاده دروغ میگن. قرن 21 شناخته شده ترین دوره فریب و غرور، غرور نظر به اصطلاح تو خالی بودن بشریت شناخته شده. چشمتون به ظاهرش نره، چیزایی هم که میگن برای خودشون میگن. لذت محصول زندگیش باشه نه هدف زندگی. اگر اینا جاش عوض بشه بسیار ضرر میکنیم. بگذاریم. حالا مولانا چی میخواد بگه؟ میگه آقا اینا از وجود تو اومدن بیرون و الان شدن. میگه حالا من دارم تجربیات خودم رو و مثل خودم رو با تو تقسیم میکنم. بسیاری از این صحبت هایی که من میکنم برمیگرده به حکیم سبزواری، چون قوغا کرده تو این داستان حکیم سبزواری. به موقعش نظرات خودمونم خدمتون عرض خواهم کرد. اما این حکیم سبزواری منظورم حاج ملا هادی سبزواریه،
و خواهش میکنم توجه داشته باشید، ملا به معنی آخون نیست، ملا معنی دانشمنده. هر کسی که دانشمند بوده یا ملا بوده یا شیخ بوده یا میرزا بوده، مثل امروز نبوده بگم پروفسور فلانی، دکتر فلانی، یا میگفتن در یه جاهایی حکیم. اینا اصطلاحات اون زمانها بوده. ملا به معنی این نیست که آخوند فقهیه. اینا رو بهش توجه داشت. حالا درسای فقه هم خونده، قطعا خونده، و یه درسای بوده که در اون دوران بوده. اما همین آقای ایزوتوسو عمرش روی حکیم سبزواری گذاشته و بسیار قاطع میگه که آخرین فیلسوف ایران این فرده. بعد از اون تا زمان حاضر ایران دیگه فیلسوفی به خودش ندیده. یعنی تمام فیلسوفای ایران با حکیم سبزواری پایان میپذیرن. البته نظر ایزوتوسو و کاملا هم نظر صحیحیه. کار ندارم. میگین که من اجازه بدیم توضیحات بدم خدمتتون. ما برای درک عالم بیرون 5 حس داریم: حس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی داریم. این 5 حس شناخته شده ظاهریه. حالا اگر بعدها هم حسای دیگه ای رو کشف کنم من نمیدونم، ولی الان تو این تاریخ اینا بوده. اما شما به یه نکته توجه داشته باشین، در همین احساسهایی که ما داریم صحبت میکنیم، هر کدوم از اینها به چندین حس زیر مجموعه و بیشتر شاخه شاخه تبدیل میشن. به عنوان مثال شما حس لامسه رو ببینید، دستتون رو میذارید روی یک چیزی، زبری و نرمی رو با حس لامسه میفهمید. چیزی رو در دستتون میگیرید، بزرگی و کوچیکش رو میفهمیم، سردی و گرمیش رو میفهمیم، درسته؟ و توجه داشته باشین وقتی با یکی دست میدیم، احساس و حس عشق یا تنفر رو میگیریم. همه اینا با این دست دادن انجام میشه و بسیاری از این چیزها. ببینید یک حس چقدر مسائل داره. شما به حس فرض کنید شنواییتون بگید آقا مزه چه مزه‌ای داره، میگه من برای شنیدنم، من برای چشایی نیستم، من برای بویایی نیستم. شما فرض کنید یه تیکه قندی که با چایتون میخورید، شما این قند رو وقتی که با لامسه لمس میکنید میفهمید این زبره، ولی اگه به چشم بگیم، چشم بگه من چه میفهمم زبری چیه، من میدونم این سفیده. چشم نمیفهمه زبری چیه، لامسه نمیفهمه بینایی چیه. به جفت اینا بگی آقا مزش چیه، میگه من نمیدونم، مزه این رو چشایی میفهمه، میخورین میفهمین شیرینه. وقتی که اینها با توجه به اینکه حواس ما کلن نسبت به اینها بیگانه، چشم نمیدونه شیرینی و شور یعنی چی، به اصطلاح نمیدونه زبر و نرم یعنی چی، اینا رو حس دیگه تشخیص میده. اما زمانی که شما این رو میخورین میفهمین که اونی که سفید بود شیرین بود، اونی که زبر بود سفید بود. تمام اینها انگار در یک جایی جمع میشه و در اونجا اینها میریزه در یک مخزنی که به این مخزن در اصطلاح فلسفی، چه فلسفی روم و چیز یونان و چه فلسفه ما، به این میگن حس مشترک. دلیل داره که حس مشترک بهش میگن. در اونجا شما تشخیص میدید همین سفیدی میاد، همین زبری میاد، همین شیرینی میاد. شما تشخیص میدید که این همون جنس سفید بود. شما اونجا این رو میفهمید. به قول حکیم سبزواری انگار این که یک حوضیه که چندین و چند نهر، یعنی 5 نهر از بیرون تو این میریزه: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه، همه میریزه تو این حوض. اون وقت این حوض تشخیص میده و در تشخیصی که میده
عرض کنم که حکم میده که این شیرین بود، این زبر بود، این سفید بود، همه اینا میاد توی در این حوز. اصطلاحاً اینجایی که ما این حس مشترک رو تشخیص میدیم، در یونان قدیم، در فلسفه یونان به این میگن بنتاسیا. بنتاسیا همون لغتیه که بعدها ازش فانتاسیا و بعد در دوران مدرن فانتازیا، فانتزیا و فانتسایز و بعد گرفته شد. فانتزی به طور کلی امروز معنی مناسبی نداره. به چیزی میگن که ملموس نیست، به چیزی میگن که به اصطلاح زیاد واقعیتش مشخص نیست، قابل درک نیست. اما این معنی رو این در اون زمان نداشته. بنتاسیا معنی این حس مشترک رو داره. حالا اتفاقا صحبت از حکیم سبزواری شد، فکر کنم یه چه شعری از منظومه تو ذهنم اومد که میخوام حرف رو، این داستان رو باز کنم با این حرف. میگه که الحس فی البنتاسیا کما حصل من حس الخارجیه کذا مما دخل. میگه این حسی که شما در این ظرفی که بنتاسیایی که دارید، حس مشترکی که دارید، اینهایی که از خارج داره میاد توش، شما اینها رو دارید میگیرید و به این صورت هم میفهمید. یعنی شما اگر حس بیرونی نداشته باشین چه میفهمید مثلا سفیدی یعنی چی؟ چه میفهمه آدم اگه چشاییش کار نکنه شیرینی یعنی چی؟ پس باید حس بیرونی باشه. اینها میادید تو. میگه حالا یک جریانی هست که در این حس مشترک تشخیص میده سفیده شیرین بود، سفیده زبر بود. این فقط از بیرون نمیاد، کذا مما دخل، از داخل، از درون انسان صورت‌های غیبی میاد بیرون. غیبی که دارم خدمتون میگم، نرین دنبال عالم مذهب، اون تاریکی‌هایی که برای توی انسان نوعی شناخته شده نیست، نمیدونی چیه. این وقتی که میاد توی این بنتاسیا، میاد توی این حس مشترک، این صورت‌های حسی برای تو پیدا میکنه. این غیر از اینکه از این پنجتای بیرون داره میاد، در از درون دخل، یعنی یک جریان از درون انسان که از غیب، بدین معنی که غیب تاریکی های وجودیه که تو ازش میخبری، اصلا نمیدونی وجود داره، وجودش هم درک نمی کنی. اون موقعی که تو بچه نداشتی چه میدونستی عشق بچه یعنی چی؟ حتی الانی که بچه هست بذار بزرگ بشه، وقتی که بزرگ میشه اون وقت اصلا همه چیز رو میبینی، حتی نوع عشق دیفرنت میشه، متفاوت میشه. تمام اینا اون نخیل، اون درختیه که به وسیله این بیرون کشیدن تاریکی در روشنایی خداگاه تو داری میفهمیش. ولی زمانی که بچه نداشتی هر چه مونو میگه بچه هست که همه بچه هاشون دوست دارن، یا چه میدونم علمت حصولی بود، ولی الان حضوریه. الان داری میفهمی چی گفته میشه. این صورتهایی که از این عالم تاریک، تاریک به معنی ناشناخته، باز میگم نه شیطانی فقط در نظر بگیر، تاریک به معنی ناشناخته، داره میاد تو این حس مشترکت و تو اینها رو داری در صورتها میبینی که ما به اصطلاح در عرفان به این میگیم شهود. ما به این میگیم شهود. اون شهود داره از صورت غیبی که من دارم میگم. ببینید همین صحبتها رو حکیم سبزواری میکنه، چون یه مقدار
حالا عربی رو هم بذاریم کنار، زبان امروز نیست، ما میگیم خب اینا حالا یه چیزایی گفتن، ولی همین کلمات رو داره یونگ میگه. آقا نه، آقا یونگ دانشمند علم، نادانی انسان حد و حوصفی نداره، حرف همون حرفه. هزار سال دیگه هم برید، چیزی که ثبات خودش رو داره، ثبات خودش رو داره. من اگر مثال میزنم از این افرادی مثل یونگ و اینها، که بدونید اونها نیومدن خلاف اینها چیزی بگن. زبان علمی متاسفانه ما زیاد کسانی نداشتیم که الاتفاق اینها رو یا بفهمن یا بیان کنن، که آقا اینا چقدر با هم وفق دارن. به همون حرفه. اون زمانی که ناشناخته های وجودت، ضمیر ناخودآگاهت داره کشیده میشه تو خودآگاه و تو داری میفهمی و تو داری شهود میکنی و داری یواش یواش یاد میگیری که با این شهود چجور باید دیل کنی، همونجور که یواش یواش یاد میگیری با اون بچه‌ای که دنیا اومده چجوری باید دیل کنی. الان شده 5 سالش، الان شده 4 سالش، شده 20 سالش، با شهود هم یاد میگیری چجور دیل کنی. ببینید مثال چقدر ظریفه. فرزند از وجود شما 2 نفر میاد بیرون و چهره بیرونی میگیره و در خارج عینیت پیدا میکنه. تو با حست میفهمی. شهود همینطوره. شهود از درونت میاد بیرون و وقتی که جلوه بیرونی میکنه، تو به صورت اون چیزهایی میبینی که نماد حسی دارن، اما از وجود خودته. فقط باید متوجه شی اون شکل بیرونی که تو داری میبینی چشمش وصل باشه که نم بکشه از اون عین، از اون چشمه‌ای که این رو به ظهور رسونده و تو داری این رو میبینی. یعنی این که به بازی فکر ندیش. بگی حالا مثلا این رو که من دیدم معنیش اینه. ببینید شما یه بچه نوزاد و یه بچه بزرگ و هرچی، حالا بچه‌ای که بچه‌تون 15 سالشه، 20 سالشه، یا بچه‌ای که 2 سالشه، این بچه رو بدین به فکر. ببینیم چه پدری از خودتون اون بچه در میارید. قدم بذاره بیرون بره مدرسه، آی وای نکنه تصادف کنه، آی وای نکنه بمیره، آی من بدون این میمیرم. بابا انقدر نداره فکر، این باید بره بیرون. اونقدر مثل اون پدر و مادری که از مادری و پدری جدان و نمی‌کنن، تو هم یه کاری نکن از محبت مرض حاصل کنی. آقا بالاخره باید بره مدرسه، بالاخره باید بره با دنیای بیرون آشنا بشه. بچه کوچیک رو ببینید توی خواب یه عطسه بکنه، وقتی میدی به فکر آیا این عطسه یعنی چی؟ آقا ولش کن بذار عطسه‌شو بکنه. شهودت هم حرف همینه. شهودت هم بذار راهشو باز کنه، بذار مسیر خودش رو طی کنه. تو چرا میخوای فوری معنی همه چیز رو بفهمی؟ معنی همه چیز رو نخواهی فهمید. ببینید حس مشترک از اون نظر گفتنش که این حس هم از 5 حس بیرون داره مشروب میشه و میگیره و هم از حس نهان و درونی میاد بالا. اینها هم من خدمتون بگم ما افسانه نمیگیم، برای همه این چیزا پیش اومده، همه تون این چیزا رو میشناسین. اینا هم اون مسائلی نیستش که بعضی ها میگن نمیدم این فلان، این اینا بالا نادانیه. تا حالا چند بار براتون پیش اومده یک نفر رو دیدین و یک آن در یک حس نهان گفتی آخرین بار میبینمش؟ چند بار پیش اومده؟ چند بار متوجه این شدی که داره خوابی مثلا دیدی که این خواب رویای صادقه بوده و اتفاق افتاده؟ شهودم از همین دسته. اینقدر خودتو بالا پایین نکن. مسئله اصلی که میگه نکن، شهود برای این نیست که توی آدم قدیسی هستی که حالا خدا به تو نظر کرده فردا قراره بشه عیسی ابن مریم. بحث اصلا این نیست. بحث اینه که تو وقتی این چشمه درونی باز میشه،
این در حقیقت کانالیه که تو رو از اون ذره ناچیز، از اون قطره بیمقداری که در روی این آشوب ها هستی به کانالی وصلت میکنه که در اون کانال تو پیکره هستی از کل هستی وسیع‌تر. اون عظمت وجودی توه. کاریزهایی وجود داره که در این شهود میبینی، منظورم با چشم نیست، درک میکنی در وجودت. خیلی چیز دارم با چشم میبینی، درک میکنی با وجودت که میبینی تو وصل شدی به یک عظمت بیکرانه و اون عظمت بیکرانه هستی، وجوده، پیکره وجوده. اون وقت میبینی دیگه اصلا ذلیلی و بردگی برای تو معنی نداره. اگرم دلت میخواد برده بمونی، خب بمون، کسی کاری با تو نداره. اینها گفته های عرفای ما نیست، بمون. اما بدون آقا دنیا اینه دیگه، فردا این مریضیه میاد، نه بر نزن، اول آخر باید بیاد. یه کسی از این دنیا میره، قور نزن، اول آخر همه باید از این دنیا برن. اینا یه واقعیت، خودتو تیکه پاره نکن. حتی اگر این واقعیت رو نمیخوای بپذیری و میخوای خودتو عذاب بدی، به قول اینجا یا مردن ولکن، عذاب بده. ما به این نوع درد اون نمیگیم درد، ما به این میگیم یا غافلین، فریب. که آقا تو اصلا واقعیت زندگی رو نشناختی. این واقعیت زندگی، از دست کسی کاری بر نمیاد که بخواد اگر میشد هستی رو تغییر بدیم، حداقل با این همه تکنولوژی تا حالا کرده بودیم. ولی یه چیزی کم میشه، بیماری ها صد برابر میشه، نوعش وحشتناکتر میشه، چه میدونم مریضی هایی با دیل کنیم که واقعا مغز آدم تو سوت میکشه. اینا هیچ وقت چیش عوض نمیشه، همه اینا سر جای خودش خواهد. و اینی هم که تو اومدی اینجا لذت ببری و عمر جاودانه داشته باشی دروغه. حرف اینها همینه. حالا تو به من میگی که یعنی چی؟ میگم یعنی این که وقتی که تو آماده شدی، وقتی که تو در وهله اول متوجه این زندگی شدی، ذوق آزادی دید جانت و خواستی در آزادی حرکت کنی، من مولانا دارم به تو میگم که کاریزهایی در وجودته، قناتهایی در وجودته، مثل این داستان فرزند که داری میبینی چجور زندگی تو متحول کرد، همه چیز تو متحول میکنه. اصلا منتها یه فرقی با این داره، اینها پایدار نیستن اما اونها پایدارن و این چیزیه که باید حقیقی بشی. دونستنی نیست، فقاهت نیست بری بخونی حالا عمل کردی نکردی ولی حکم بده. روانشناسی نیست بری بخونی حالا میفهمیش نمیفهمیش، تو اثر گذاشته نذاشته، بیا یه ساعتی فلان قد بگیری طرف رو حالا یا مریض تر کنی یا حالا چه میدونم اصطلاحا دلش خوش کنی که درمون شده. این اونا نیست، این چیزیه که تو باید بری توش. رفتن توش به انتخاب تو برمیگرده. این همه انتخاب، انتخاب آگاهید، عالم یقظه، بیدارید، انتخاب میکنی که بری این تو یا نری این تو، بری به درون خودت، بری تاریکی ها رو بیاری جلوی نور یا نیاری، اینها رو تو تعیین میکنی. اینجاست که اراده اساساً معنی پیدا میکنه و این مطلقاً در ناخودآگاهه. در خواست خودآگاه تو که میگه آره خب من اینو میخوام، اینی که من میخوام همون مسیحیه که به اصطلاح خداشو، امامشو، باورشو، پیغمبرشو خرکش میکنن برن زندان، میگه آقا نه من با اسقف هرچی میگه درسته. جرأت اینجا وایسه بگه آقا من این خدا رو پرستش کردم، این مسیح منه، اصلا جرأت اینا رو نداره. هر چی اتوریتی میگه بزن تو سرم، من قبول دارم. این بحث اونه که تو انتخاب تا چه اندازه است. آیا تو جدی هستی؟ تویی که زندگی اولت کاره، زندگی دومت خانواده، زندگی سومت مهمونی ها، زندگی چهارمت چه میدونم تفریحات مجازی و واقعی و اینترنت و فلانه. خب حالا اگر
وقتی دارم، حالا یه وقتی بذارم ببینیم با این مولانا چی میگه، حرفای بدی هم نمیزنه ها، مطلق بدون که امکان نداره اتفاقی بیفته، به قول خودش بدتر گمراهت میکنه که هدایتت نمیکنه. ما شوخی نیستیم، ما یک ضرورت زندگیم، همونجور که خانوادت مهمه، کارت مهمه، پولت مهمه، از اونها مهمتر حیاتته. باید به حیاتت برسی، باید به عمق حیاتت برسی. اگر اینقدر نمیفهمی اصلا تو مولانا ول معطلی. ولی باز خودش میگه، میگه نمیگم اونا رو ول کن، پدر خیلی خوبی باش، باید پدری کنی، باید پول در بیاری، اما بدون این هم در کنار پرایوریتی هات، در کنار اولویت هات باید مطرح بشه تا راهت بدن تو. این اولین راهیه که تو چجوری باید بریم تو برای ده. ببینید الان شما عزیزانی که اینجا هستین، باز هم گفتم ما شعار نمیدیم، اینهایی که هستین توی سما، این شهود ها، اگر دروغ میگم و اگر دارم ناروا میگم و شعار میدم اصلا نباشین. ولی ایمان یعنی همین، ایمان یعنی عمل کردن. جایی که کرکگور میگه آقا ایمان یعنی عمل، ایمان معنی باور نیست. وجودت باید وجود ایمانی باشه، وجودت باید وجودی باشه که تو بتونی به دروغ اجتماع بگی نه، بگی نه، بتونی این کار رو بکنی. اولین قدمی که تو بتونی این شهود رو درک کنی، به همون اندازهی که میدی به همون اندازه میگیری، همون اندازهی که برات مهمه به همون اندازه میگیری. اما این رو در نظر بگیرید، بسیار به عرض من علل خصوص عزیزانی که تو سما میایید و خیلی مسئله رو، عزیز من به همون اندازه که میدی میگیری، به همون اندازه که برات مهمه پرایوریتیه میگیری. تمام اینها خود عیسی مسیح، مولانا، هر کی، بودا، هر کی تو این تاریخ دیدی، اگر قرار باشه برای رسیدن به این ایمان از راه سلامتی بیای جلو، اگر بخوای هی خواسته ها داشته باشی، حرفایی که جلسه قبل زدم، گفت میتونی نونا رو سنگ کنی، گو ایمانی که از نون با در بیاد ندای شیطانه، عرفانی نیست که تو بری دعا کنی یا چهار تا جن و روح رو بیای در اختیارت بری میلیونر بشی، والا دروغ میگن. این نیست. اونقدر که تو ولی امیدی، اونقدر که تو از دل مایه میذاری، به همون اندازه و یا بیشترش میگیری. انتخاب تو چیه؟ بیداری تو چیه؟ در چه اولویت هایی قرارش دادی؟ در چه اولویت هایی باید باشه؟ برای رفتن به این تاریکی ها و برای رفتن به این درون و آوردن اینها، بازم میگم تاریکی رو شیطان نگیرید، ناشناخته شاید لغت بهتری باشه. عزیز من در ذکری که میای، در سمایی که داری میای، شستشوی فطرته. این رو نمیتونی شوخی بگیری. اولین قدم برای این که وارد بشی بر این ناشناخته های درون خودت، ما اصلا به جن و پری کاری نداریم، ما بدونی که چه توانایی هایی داری و چه کارهایی ازت برمیاد، باید بدونی که اولویت ها چیه، چی رو انتخاب کردی، چقدر جدی، چقدر حرف شنویی، چقدر دنبال میکنی. و الا اگر به جایی برسه که دیگه کاری از دست کسی نیاد، فایده نداره. یه مثالی رو من خدمتون بزنم. ببین تا اون زمانی که جدی هستی، تا اون زمانی که باهات جدی برخورد میشه، وقتی که اعمال میشه که این کار رو بکن، یعنی هنوز این کاریز وجود داره، این حیات وجود داره. انسانی که درون مرده است دیگه اصلا حرکت براش چه معنی داره؟ خوشحال باش که میگه بکن یا میگه نکن. باید بری توی این داستان ها. پس من یه جنبندی کنم،
اولین مسئله‌ای که شما میخواین بچه دار بشین ارتباط یک زن و مرد با همه. باید یک زن و مرد با هم ارتباط داشته باشن که این به وجود بیاد. مولانا داره مثال میزنه، اولین قدمی هم که تو بتونی این ناشناخته ها رو بیاری تو خداگاه و بعد بری تو این روزه ها، بری تو این ریاض هایی که مولانا میگه، باغ های مصفا که بتونی گشت و گذار کنی، این هست که عالم یقظه رو بیدار شده باشی بر برده بودن و پاپت بودن. اگر بر اون بیدار نشدی سوار خواهند بود، کاری نخواهند کرد، کاری نخواهی کرد، نمیتونی بکنی. امیدوارم روشن کرده باشم که با مثال فرزند مولانا داره منتقل میکنه چه بی‌نهایت درختهایی در میتونن شکوفا بشن و تو اصلا متوجهش نیستی. این مثال رو زد مولانا که ما بدونیم. قدم اول همینیه که من خدمتتون عرض میکنم. حالا یواش یواش میره توی پیچیدگی هایی که انشالله در جلسات بعد خدمتتون عرض میکنم. خسته نباشید. روابط عمومی هستی اوریان.